من اگر بازیگرم باید بدونم که زمان بیکاری برام دیگه وجود نداره یعنی فقط این نیست که جلوی دوربین فیلم برداری باشم یا روی صحنه تئاتر باشم اتفاقا فاصله دو تا کار زمان خیلی پرمشغله برای من چون من مجبورم این ظرفی رو که توی فیلم یا توی نمایش یکمی خالی شده پرش کنم با خوندن با دیدن با سفر کردن با حرکت کردن با معاشرت کردن با پیدا کردن با کشف کردن اتفاقا توی این خلایی که ما فکر میکنیم کار نداریم پرکارتر از هر زمان دیگه ای خواهیم بود اگر میخوایم بازیگر باشیم باید یه برنامه روزانه داشته باشیم یعنی بدونم در طول روز یک ساعت باید مطالعه کنم میدونم در طول روز یک ساعت باید معاشرت کنم میدونم کتابایی که باید بخونم یه خط فکری داره. یعنی این کتابا ممکنه فقط راجع به بازیگری باشه. شیبه های مختلف بازیگری. میتونم زندگی نامه بازیگرای متفاوت رو دنبال کنم. میتونم فکر کنم که سینما از کجا شروع شده و به کجا رسیده در حال حاضر و کتاباش رو تنظیم کنم، بخونم. میتونم فیلم ببینم. فیلمایی که به تاریخ سینما مربوط میشه اصلا فیلم های قدیمی تر نه فیلم های بروز نه فیلم هایی که فقط اکشنن و مال همین امروزن این آگاهی من و دانش من نسبت به الانه نسبت به گذشته آگاهی پیدا کنیم و این خیلی خیلی میتونه به شما کمک کنه و پشتوانه قوی باشه برای شما اگر دانشتون از امروز به گذشته گسترش پیدا کرده باشه یعنی هرچی اطلاعاتتون رو راجع به بازیگری راجب تاریخ سینما، راجب فیلم و حتی ادبیات به گذشته ببرین، آینده غنی خواهید داشت. امتحان کنید. قول میدم بهتون به نفعتون باشه.